سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون نحوه سفارش سازی گوشی سامسونگ رو فقط تو 5 دقیقه یاد بدم و سعی کردم از برنامه‌های جدیدی هم استفاده کنم. خب حقیقتش من واقعا زمان نگرفتم، هدفو میذاریم روی 5 دقیقه، ولی ممکنه بیشتر طول بکشه، ممکنه کمتر طول بکشه و هیچ کی اینو نمیدونه. من ویدیوهای خیلی زیادی راجع به سفارشی سازی گوشی سامسونگ ساختم و لینک همه رو توی قسمت دیسکریپشن برات میذارم تا اگه خواستی خیلی حرفه‌ای‌تر هم این کارو انجام بدی بتونی بری از اون ویدیوها استفاده کنی. گفتم یه ویدیوی جداگانه ای هم برات بسازم تا ببینی به راحتی و به سرعت میتونی صفحه گوشی خودت رو سفارشی سازی کنی و از این صفحه خسته کننده و کسل کننده ای که فکر کنم اکثرتون هم یه همچین صفحه‌ای داشته باشین خلاص بشین. پس فکر کنم دیگه زمانش رسیده و بیاین استارت این زمان 5 دقیقه رو با هم بزنیم. اولین کاری که میخوایم انجام بدیم چند تا برنامه رو با هم دیگه دانلود میکنیم. پس میریم سراغ برنامه پلی استورمون رو از قسمت سرچش برنامه KWGT رو سرچ میکنیم و برنامه ویجت ساز KWT رو که یه لوگوی آبی هم داره از اینجا دانلود و نصب میکنیم. برنامه بعدی که قراره نصبش کنیم اسمش زوارت هست که میتونیم آیکونامون رو به راحتی باهاش سفارشی سازی کنیم. برنامه پلی استورمون رو باز میکنیم و زوارت رو سرچ میکنیم. همونطور که میبینید اینجا نسخه بلک آیکونش هست و من گفتم توی این ویدیو از این نسخه استفاده کنم. حالا چون بر اساس اون خلاقیتی که داریم میتونی از برنامه‌های دیگه سفارشی سازی آیکونم استفاده کنی. برنامه بعدی که قراره دانلودش کنیم برنامه والپیپرز هست و همونجور که مشخصه در مورد تصویرهای پس زمینه هست و من از این برنامه‌ای که مربوط به شرکت گوگل هست استفاده کردم و به نظرم برنامه جالبی اومد و اونم دانلود و نصب می‌کنه. و برنامه آخری هم که می‌خوایم دانلودش کنیم توی پلی استورمون نیست و از گلکسی استورمون حتما بعد اونو دانلودش کنیم. اسم برنامه‌مون گود لاک هست که من یه ویدیوی جداگانه‌ای هم درباره‌اش ساختم و این بالا براتون لینکش رو قرار میدم. این برنامه‌مون خود سامسونگ ساخته و هر سفارشی سازی که فکرشو می‌کنین و می‌تونین باهاش انجام بدین. شروع می‌کنیم با برنامه گود لاک. همونطور که می‌دونین این برنامه گود لاک خیلی برنامه‌های مختلفی هم توش داره و ما از برنامه تمپارک این دفعه استفاده می‌خوایم بکنیم. وقتی برنامه تمپارکمون رو باز می‌کنیم اجازه دسترسی ها رو بهش سری میدیم و از قسمت پایین صفحمون روی آیکون من می‌زنم و اینجا اگه من روی کرییت نیو بزنم توی این قسمت وسط صفحمون همونطور که می‌بینی یه آیکون پک داره و اینجا می‌تونیم پک‌های خیلی مختلفی رو از قسمت دانلودش دانلود کنیم و من روی این زوارتی که قبلاً دانلود کرده بودیم می‌زنم. وقتی اینجا زوارت رو انتخاب کردین کافیه روی قسمت دانلودی که این بالای صفحه هست بزنین، یه اسمی اینجا براش می‌ذاریم. من همون زوارت رو می‌ذارم و اوکی می‌کنم تا این برنامه‌مون نصب بشه. وقتی نصب شد اینجا توی قسمت تماتون براتون میاره و کافیه روش یه ضربه بزنین و وقتی روی اپلای بزنین شروع میکنه همه آیکونا رو به صورت یه دست براتون مشکی میکنه که میتونه خیلی جذاب و هیجان انگیز باشه. کار بعدی که میخوایم انجام بدیم تصویر پس زمینمون رو میخوایم عوض کنیم. پس میریم سراغ برنامه والپیپرزمون که مربوط به شرکت گوگل بود و اینجا کافیه شما به سمت پایین اسکرول کنین. دسته‌بندی‌های خیلی متنوعی داره، رو هر کدومش هم که بزنین تصویرهای والپیپر خیلی جذابی رو بهتون نشون میده. مثلا من همین تصویر اولمون رو انتخاب میکنم که یه حالت برگی داره و روی ست والپیپرز میزنم. و همونطور که میبینی صفحه هوم اسکرینمون خیلی داره جذابتر و بهتر میشه. و آخرین کاری هم که میخوایم بکنیم نصب یه ویجت سفارشیه که میتونه گوشیتون خیلی متفاوت و جذاب کنه. پس میریم سراغ برنامه KWGT که دانلود کرده بودیم. اینجا روی Let's Go میزنم و Next Next و اینجا هم اجازه دسترسی رو بهش میدیم. روی Maybe Later میزنم و اینجا بعد یه دونه پوشه مخصوص به این برنامه رو براش مشخص کنیم. روی Select Folder میزنم و از قسمت بالا روی این مثبتی که هست میزنم و اینجا مثلا KWGT رو میذارم با دو تا تی و اوکی میکنم تا یه پوشه برامون بسازه. و الان کافیه بریم توی صفحه هوم اسکرینمون، دستمون رو روی صفحمون نگه داریم، از قسمت پایین روی ویجتس من ضربه میزنم و کافیه اسکرول کنیم یکم بریم پایین و برنامه KWGT رو اینجا پیدا کنیم.
اینجا سایزهای مختلفی رو به همون نشون میده و میتونین یک کدومش رو انتخاب کنیم. مثلا من روی 3x2 میزنم و اونو به صفحه هوم اسکرینمون اضافه میکنم. و الان کافیه من روی اون قسمت ویژتمون بزنم تا اینجا ویژت های خیلی جذاب و متنوعی که داره رو به هم نشون بده و خودتون حتی میتونید سری ویژت های جدیدی بسازین یا خیلی ویژت های جدیدی اینجا دانلود کنین. من روی یکی از این ویژت هامو مثلا ضربه میزنم و روی اوکی میزنم و اوکی میکنم و اگه برم توی صفحه هوم اسکرینمون الان میبینیم که اونو برای من توی صفحه هوم اسکرینمون قرار داد. حالا اینجا یه ذره رنگش معلوم نیست یا سایزش هم میخوام بزرگ و کوچیک کنم و اونم کافیه برنامه KWGT مون رو واس کنم و اینجا همونجور که میبینیم توی قسمت اولمون اسم این ویجتمون رو گذاشته و روی اون یه ضربه ای میزنم. من اینجا مثلا میتونم برم توی تب لیرمون و از این قسمت اسکیلمون میتونم یه مقداری سایزشو بزرگتر کنم، به نظرم خوب هستش. برمیگردم روی قسمت آیتممون، روی این پوشه‌ای که هست میزنم و از قسمت پوزیشنم اینجا میتونیم مثلا راست و چپ و بالا و پایینش رو درست کنیم تا کاملا وسط این ویجتمون قرار بگیره، به نظرم عالی هستش. و برمیگردم قسمت عقبمون رو، از قسمت گلوبالزمون هم میتونیم رنگش رو تغییر بدیم که حالا نسبت به اون پس زمینه ای که داریم یه رنگ متفاوتی باشه. من روی این سفیدمون میزنم و اینجا مثلا رنگش رو روی مشکی قرار میدم، روی اپلای میزنم و میبینیم که به این شکل در اومده. اگه روی این ذخیره ای که هست بزنم الان سیف شد و برم توی هوم اسکرینمون میدیم خیلی حالت بهتری پیدا کرد. میتونم انگشتم هم روش نگه دارم، بیارمش مثلا وسط صفحه قرارش بدم تا خیلی حالت بهتر و قشنگتری پیدا کنه. و همونطور که میبینین الان دیگه صفحه نمایشمون به یه حالت خیلی قشنگ و سفارشی در اومد و شما از اون حالت خسته کننده و کسل کننده ای که خود گوشی سامسونگ داشت تونستین خلاص بشین و بر اساس حال خلاقیتی که دارین میتونین این برنامه KWGT رو استفاده کنین، هزاران تا ویژت متنوع و متفاوت باش بسازین و از این برنامه هم استفاده کنین. اگر از این ویدیوی من خوشت اومده حتما کانال منم سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارش هم بزن تا از ویدیوهای بعدی که میذارم عقب نیفتی. اون لایک هم اگه برام بزنی بهم خیلی کمک میکنی تا این ویدیوی من به بقیه هم بیشتر نمایش داده بشه. اگه دوست داری و دوستی داری که گوشی سامسونگ هم داره حتما این ویدیوی منو براش بفرست تا بتونه گوشیشو یه حالت سفارشی سازی کنه و از گوشیش بتونه لذت ببره. این ویدیومونو دیگه طولانیش نمی کنم تا ویدیوی بعدیمون. خدا نگهدار.